شریک جنسی چاق بهتره یا شریک جنسی لاغر؟ چاقی یکی از عواملیه که سلامت جنسی رو تهدید میکنه و برای سلامتی جسمی نیز خطرناکه. چاق عواقب عمیق پزشکی، روانی و عاطفی داره و مشکلات جنسی همراهه. چاق منجر به زندگی با کیفیت پایین تری میشه و تناسب اندام باعث افزایش میل جنسی و بهبود رابطه جنسی میشه. از نظر روانشناختی، عملکرد جنسی به طور گسترده‌ای توسط محرک‌های روانشناختی مثل جذابیت و تمایل جنسی تعریف میشه و از اونها تأثیر میگیره. شرایطی مانند افسردگی، اضطراب، استرس و اعتماد به نفس پایین بر عملکرد جنسی تأثیر میذاره. چاقی باعث پایین آوردن اعتماد به نفس در آدم‌ها میشه و این موضوع خودش باعث اختلال در عملکرد جنسی میشه. افراد چاق 25 برابر بیشتر در مقابل افرادی اضافه وزن ندارن دچار مشکلات جنسی در رابطه خودشون میشن. ولی تمامی اینها به این معنی نیستن که تمامی شرکای جنسی چاق مشکل در عملکرد جنسی دارن و تمامی شرکای جنسی لاغر هیچ مشکل جنسی ندارن. افراد چاق ممکنه به اندازه افراد لاغر رابطه جنسی داشته باشن. حتی ممکنه گاهی اوقات بیشتر از افراد لاغر این رابطه رو داشته باشن. انتخاب شریک جنسی لاغر یا شریک جنسی چاق بسیار سلیقه‌ایه. شریک جنسی چاق خانم. چاقی اونها مانع از انجام بسیاری از پوزیشن‌های جنسی میشه. زیرا دخول عادت با مشکل مواجه میشه و باید از پوزیشن‌های خاص مثل داگ استایل در رابطه استفاده کرد. و شریک جنسی چاق آقا. چاقی در آقایون باعث میشه که آلت جنسی اونها به داخل بره و این باعث کوتاهی آلت تناسلی در رابطه جنسی میشه و چاقی اونها باعث کند شدن سرعت اونها در عملکرد جنسی نیز میشه. شریک جنسی لاغر در رابطه جنسی بسیار سریع‌تر از شریک جنسی چاق میتونه عمل کنه و تناسب زیبایی اندام در رابطه باعث افزایش میل جنسی هم میشه. طبق تحقیقات نشون داده شده که میزان بارداری ناخواسته در زنان چاق تقریباً 4 برابر بیشتر از زنان با وزن طبیعیه. تعریف کاملی که از اضافه وزن و چاقی میشه تجمع چربی غیر طبیعی یا بیش از حده که خطراتی رو برای سلامتی به همراه داره. کیفیت رابطه جنسی در زنان چاق خیلی بیشتر از مردان چاق مختل میشه. زیرا زنان اهمیت بیشتری به تصویر بدن خودشون میدن. چاقی از طریق چند مکانیسم بالقوه باعث اختلال در عملکرد جنسی میشه که شامل تشدید مشکلات طبی، تغییر در سطح گردش هورمون‌های مؤثر بر پاسخ و میل جنسی و تغییر در تصویر ذهنی از بدنه. پایین آوردن تستوسترون. چاقی باعث کاهش سطح تستوسترون در بدن میشه. تأثیر چاقی بر اختلال نقص. مردانی که چاق هستند بیشتر از مردانی که وزن نرمالی دارند مبتلا به اختلال نقص میشن. کاهش وزن میتونه عملکرد نقص رو بهتر کنه. تأثیر چاقی بر باربری. چاقی میتونه تعداد و تحرک اسپرم ها رو کم کنه که این باعث میشه باربری در مردان چاق کمتر بشه. و تأثیر چاقی بر سرطان پروستات. چاقی متابولیسم هورمون‌های جنسی رو تغییر میده. برخی مطالعات نشون میدن که چربی اضافی بدن خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در انسان افزایش میده. بخشی از مدیریت مسائل جنسی ممکن شامل یادگیری پذیرش بدن، غلبه بر شرم ناشی از رفتار غذا خوردن شما و یادگیری احساس خوب در مورد خودتون باشه. بهبود عزت نفس و پذیرش خود به شما کمک میکنه تا بر برخی از مشکلات جنسی خودتون غلبه کنید.